پس الان متوجه شدیم که این زمانی که میگیم variable، variable اینجا به چه معنیه؟ در واقع آدرس جایی از حافظه که دیتا در اون قرار داره رو این نیم در خودش، این variable در خودش نگه میداره. از طرف دیگه یه مفهومی ما اینجا داریم به اسم arguments. اگه دقت کنید اینجا من تو تابع print خودم دو تا argument گرفتم. argument به چی میگن؟ argument به دیتاهایی میگن، داده‌هایی میگن که قراره به یه دونه تابع پاس داده بشه، براش فرستاده بشه که روی اونا یه کاری انجام بده. و خب اصولا اگر تعداد دیتا ها زیاد باشه، دیتا ها رو میان به این صورت پاس میدن و با یه دونه کاما از هم دیگه جدا میکنن، به این صورت که میبینین. اینجا الان آرگومنت اول من هستش هلو، آرگومنت دوم من هستش اون نیمی که من اینجا قرار دارم و فرستاده میشه به پرینت و پرینت یه سری عملیات، یه کارهایی روش انجام میده و مقداری که به دست میاد رو برمیگردونه. پس من به در واقع برای اینکه مفهوم جمله من در مورد variable رو بهتر درک کنید، ببینید من همین تیکه از کد رو کنترل C کنترل V میگیرم، کپی میکنم میارم پایین و دوباره پیستش میکنم. حالا من به جای your name مثلا اینجا میگم your last name، اینم مثلا باشه your first name. الان اگر من این رو انجام بدم اجراش کنم چی میشه؟ من اینو اجرا میگیرم، میگه first name چیه؟ میگم فرزین. دقت کنید مقدار نیم فرزین ریخت توی نیم و خب اون رو نمایش داد. وقتی گفتیم ریخت توی متغیر به اسم نیم یعنی چی؟ گفتیم فرزین در این متغیر، در این پیاله نیمی که ما داریم میگیم قرار نداره. فرزین در یک جایی از حافظه استرینگش ذخیره شده، رشتهش اونجا ذخیره شده و یه عددی که مربوط به اون حافظه میشه در اینجا نگهداری میشه و اینجا ما اون عدد حافظه رو فراخوانی میکنیم که از این طریق میتونه بره بفهمه تو کدوم خونه جدول باید فرزین رو پیدا کنه و بیار اینجا نمایش بده. حالا برای بار دوم مثلا من اینو میذارم HQ و Enter میزنم. الان دقت کن زده Hello HQ، یعنی این زبدری که من زده بودم دیگه با F ارتباط نداره و الان رفته مقدار جدیدی که پیدا کرده آدرس اون رو اینجا نگه داشته، اساین کرده به این نیم و بعد اومده ازش استفاده کرده. یه نکته دیگه ای که وجود داره اینه که variable ها فقط برای این نیستن که بیان چیزی به اسم مثلا یک مقدار string رو تو خودشون نگه دارن الزاماً. من میتونم یه دونه variable داشته باشم به اسم مثلا my number مساوی باشه با مثلا یه دونه عدد، مثلا عدد 42 یا چه میدونم یه عدد بزرگتر، اصلا فرقی نمیکنه. پس میتونه اینتیجر تو خودش نگه داره. دیگه چی؟ مثلا یه متغیر میتونم داشته باشم به اسم is true فرضاً اسمشو بذارم و خب این میتونه مقدار بولین تو خودش نگه داره، یعنی true یا false. خب دوستان باید بدونن دیگه true یا false بولینن، یعنی اینکه کلا باینری دو حالت داره، یا صحیح یا غلط. زمانی که میگیم true اینترپریتر ما این رو به این صورت میشناسه. حالا اینی که من میذارم این غلطه، این کاری نداریم، فقط برای محض اینکه ببینین چطوره. اینترپریتر من این true رو مقدار 1 میبینه تو حافظه خودش، اگر این false باشه این مقدار رو 0 میبینه، یعنی این بک‌گراند پشت کامپیوتر در واقع داره این کار انجام میده، اون true false رو نگاه نمیکنه. با توجه به true false این مقدار 0 یا 1 رو ذخیره میکنه و نگه میداره. ببینید در پایتون یه تفاوتی با زبان‌های برنامه‌نویسی مثل سی، سی پلاس پلاس، سی شارپ، جاوا و امثال اون وجود داره. نوع تایپی که ما برای وریبل ها در نظر می‌گیریم داینامیک تایپینگ. داینامیک تایپینگ یعنی چه؟ یعنی اینکه من اینجا بذارم ترو، اینجا بذارم عدد، اینجا بذارم استرینگ، هر چیزی که بذارم به صورت اتوماتیک خود سیستم نوع این داده رو تشخیص میده که آیا یک استرینگ، آیا یک مقدار فلوت، آیا یک مقدار اینتیجر. انواع داده ای رو خودش تشخیص میده که داینامیک، برخلاف زبان هایی مثل سی، سی پلاس پلاس، سی شارپ، اینها که مقدار تایپ در واقع توشون استاتیکه، یعنی در واقع استاتیکالی تایپ
هستش اسمشون. مثلا من اینجا میذارم اینت فرزن مای نامبر، یه همچین چیزی توی زبانهای سی سی پلاس پلاس، آخرش هم که خب یه دونه سی مای کالون داره. و خب این مقدار تا انتهای برنامه که داره اجرا میشه همیشه مقدار اینت رو برای شما نگه میداره و قابل تغییر نیست، نوع داده ایش استاتیکه، ثابته و داینامیک نیست. هر کدوم از این دو شیوه، یعنی چه داینامیک چه استاتیک، یه سری ویژگی های خوب تو خودشون دارن، یه سری ویژگی های بد دارن. منتها جدای از همه اینا، یکی از دلایلی که خیلی علاقه زیادی به زبان پایتون وجود داره همین فلکسیبل بودن، همین انعطاف پذیریش در اینه که دیتا رو میتونه به صورت داینامیک تو خودش نگه داره و خب در واقع یکی از کلیدی ترین ویژگی هایی که داره زبان پایتون. ببینیم وریبل هایی که ما داریم ازشون صحبت میکنیم چطوری باید نامگذاری بشن. نامگذاری وریبل ها یک سری قواعد و قوانین خاصی، یعنی در واقع میتونم بگم یه جورای آدابی برای خودش در زبان پایتون داره. همه زبان ها اینطوری هستند، ولی خب معمولا تو زبان های دیگه این رو نمیان بیان کنن که شما بیاین به این صورت الزاما نامگذاری کنین. پایتون یک سری دستورالعمل هایی به اسم پپ داره که حالا شما میتونید با گوگل کردن پپ ها رو مطالعه کنین، بخونین در موردشون. اگر من اینجا بزنم پپ های پایتون لیستش بیاد، من بهتون نشون بدم. اصول برنامه نویسی پایتون بر پایه این پپ ها هست که یکی از کلیدی‌ترینشون هم پپ 8 که در واقع استایل گاید فور پایتون کد، استایل برنامه نویسی در پایتون رو اینجا اومده گفته که چطوری باید هر چیزی رو توی پایتون نامگذاری کنید، توابر چطوری نامگذاری کنید، تب بهتر یا اسپیس بهتره، استرینگ ها رو چطوری بخوایم کامنت گذاری رو چطوری انجام بدید، داکیومنت استرینگ چطوری بذارین و حالا خیلی چیزهای زیاد متفاوتی هست که ما سعی میکنیم در واقع در همین آموزش خودمون بگنجونیم و کم کم در واقع بهتون نشون بدیم به چه صورته. یکی از موارد نامگذاری متغیرها است. دقت کنید در پایتون گفته میشه که بهتر نام متغیرها با حروف کوچیک نوشته بشه. درسته؟ پس مثلا اگر من اینطوری بنویسم is true، از دید پایتون میگه که این نامگذاری درست نیست، این نامگذاری قابل قبول نیست، شما داری پپ رو نقض میکنید. دقت کنید پپ های مسائل مربوط به برنامه نویس، استایل پروگرامینگ یا پپ 8 چیزی نیستش که الزاماً بخواین رعایتش کنین. گاهن پیش میاد جاهایی استفاده از این پپا خودش اصلا گیج کننده میشه و بهتره که اصلا پپ رعایت نشه. بعضی از پپا یک چیز اختیاریه، ولی پایتون داره بهتون میگه بهتر این کارو کنین برای اینکه کدتون خواناتر و زیباتر جلوه کنه. پس میگه که این متغیر رو بردارین، چیکار کنین؟ اسمش رو حروف کوچیک کنین. این یک. دو، میگه میخواین مثلا اینجا نیم رو ذخیره کنید، نه یا این یه دونه متغیر به اسم مثلا ای بذاریم، بگیم من میریزم تو ای، حالا بیا ای رو پرینت کن. خب چرا؟ چون میگه خب این کار درسته، موردی نداره، از لحاظ سینتکسی کاملا درسته، ولی اگه یه برنامه نویسی دیگه بیاین اینجا بگیم یعنی چی متغیر ای چرا گذاشته مثلا اینجا، چرا این نذاشته بی، یا اینکه ممکنه این کدتون خیلی بزرگ باشه و برنامه نویس میاد اینجا گیج میشه، میبینه یه چیزی داریم، یه متغیر داریم به اسم A، خب این از کجا داره میاد؟ اگر شما بیاین متغیر رو درست نامگذاری کنید مثلا به اسم نیم، کاربری که یعنی در واقع برنامه‌نویس بعدی که میاد اینجا این نیم رو اینجا میبینه، میگه که آها این داره احتمالاً از کاربر یه چیزی به اسم کاربر رو میگیره و در ادامه این چاپ میکنه. یه مثالی ازش گفتیم بزنیم. در فقط این A و B و C یا IJ اینا یه استثناءاتی دارن، زمانی که میخواین از فور لوپ استفاده کنین اونجا دیگه از آی و جی، مخصوصا دوستان اگر توی زبان سی یا سی پلاس پلاس اگه باشن یا حتی سی شارپ به امثال اینا، جاوا یا امثال اینا، میبینن که مثلا برای شمارش توی حلقه لوپ میگیم حلقه آیوم حلقه جیوم، اونجاها چرا یه همچین چیزی استفاده میشه. مثلا فرض کنید من میخوام نامگذاری این متغیرم رو انجام بدم و از دو تا کلمه تشکیل میشه متغیر، نمونهش اینجا داریم میبینیم دیگه، میگه برای جدا کردن در واقع وصل کردن دو تا نام متغیر به هم دیگه حتما یه دونه آندرسکور قرار بدید، با آندرسکور جداش کنید، نه اینکه اینطوری. این اصلا قابل قبول نیست، غلط میگیره، حتما باید آندرسکور باشه. اجازه استفاده از اسپیس رو هم ندارید، این رو دقت کنید دوستان. اسپیس
به منزله اینه که این یه متغیر جداییه، اینم یه متغیر جداییه و خب الان این متغیرها در یه خط قرار داده شده، به این چیزی اساین نشده و الان نگاه کنید خطا گرفته از من. باید با اندرسکور به این صورت جدا کنید که نشون بده، در واقع به هم وصل کنید که نشون بده این همه در واقع مربوط به یه دونه وریبل میشه. اگر دقت کنید اینجا ما یه چیزی داشتیم به اسم علامت مساوی. این علامت مساوی به اینا میگن assignment operator. چیکار میکنه؟ گفتیم که یه تابع داخلی اینپوت داریم، میری این اسم رو میگیری، یه کارای انجام میده، یه چیزی برمیگردونه. برای اینکه اساین کنیم مقدار برگردونده شده رو به یه وریبل، بریزیم در واقع اگر بخوایم خودمونی عامیانه بگیم بریزیمش تو یه دونه وریبل، با این assignment operator ها مثل همین equals یا همین مساوی که اینجا میبینیم میایم استفاده میکنیم، که فقط یکیشون حالا همین equals assignment operator دیگه هم داریم، انواع دیگری هم داریم. نکته‌ای که میخواستم بهتون بگم اینجا اینه که ممکنه مقدار در واقع طول این رشته که دارین اینجا مینویسین، استیتمنتی که دارین مینویسین طولانی بشه. توی این حالت از یکی از قواعد PP8 در واقع پیروی نکردیم. قوانین PP8 پایتون میگه اگر زمانی که جملتون خیلی داره طولانی میشه اون رو باید بشکنید. اوکی؟ شکوندن مثلا از اینجا به این صورت میتونید بشکنیم و پایتون خودش اتوماتیک میتونه تشخیص بده که انتهای این پرانتز در واقع انتهای جایی که برنامه‌تون بسته شده است. و خب الان اگر من پرینتش کنم خطایی من نمی‌بینم. اینجا اگر این رو بزنم دقت کنید من هیچ خطا اینجا نمیگیرم و راحت پرینت انجام میشه. یه مورد دیگه که در پایتون هست کامنت گذاریه. کامنت رو با همین حالا کاراکتر نمبر ساین، حالا شارپ ما اینجا میگیم، میتونین کامنت گذاری کنین. هر چیزی که بعد از شارپ قرار بگیره کامنته. یعنی چی کامنته؟ این کامنت ها یا توضیحات برای این قرار داده میشه که برنامه نویس های آینده یا خودتون در آینده میخواییم به کدتون سر بزنین بدونین که توی کدتون چی کارهای انجام دادین. و اینترپرتر پایتون به صورت اتوماتیک کامنت ها رو نادیده میگیره، یعنی اصلا نمیبینه که چنین چیزی توی برنامه شما نوشته شده. این فقط یک توضیحیه برای اینکه شما راحت‌تر بتونید در آینده کار خودتون رو پیش ببرین و مثلا یادآوری بکنه بهتون که خب این قسمت از کدتون داشته چیکار میکرده، یا یه قسمت دیگه از کدتون، یا مثلا اگر باید یه تغییری ایجاد بدین مثلا مینویسین توی کامنت که آره اینجا باید تغییر داده بشه برای اینکه فلان جور مثلا برنامه کار کنه. الان فرض بگیرین من بیام پشت این پرینت، دستور این پرینت یه دونه نامبر ساین بذارم، یا همین در واقع هشتگ بذارم. این هشتگ رو اگر اینجا قرار بدم به صورت اوتوماتیک پرینت من تبدیل شد به یه کامنت. این دیگه اصلا اجرا نمیشه، توسط سیستم خونده نمیشه. یعنی من الان اینجا اگر پرینت بزنم میاد اینجا میگه که نیم تو به من بگو چیه، میگه خب نیم رو به من بگو، میگه مثلا فرضی اینتر میزنم، نگاه کنین اصلا پرینت نکرد، این خط و کامل رو رد کرد، نایده گرفت، رفت بعدی، گفت خب بعدی رو بگو مثلا میشه HQ، بعد خب حالا اومد این چیزی که داشتیم پرینت کرد.